محمد، همونطور که می‌بینیم و می‌شنویم در روزهای گذشته، چند روزی از انتخابات آمریکا گذشته ولی هنوز نتیجه 100% و اینکه چه کسی رئیس جمهور آینده ایالات متحده خواهد شد مشخص نشده. این نوسان چه تأثیری در ایران داشته در شرایط سیاسی و اقتصادی ایران؟ ببینید 40 سال پیش آقای خمینی گفتش که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه و آقای بهشتی هم فریاد میزد که هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید، ای آمریکا عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر و از این حرفا بسیار بود. در 40 سال گذشته یه عده‌ای که واقعا دونکیشوتوار بودن سوار قایق شدن و رفتن که نهنگ آمریکا رو صید بکنن، اما کاری که کردن سرنوشت ایران رو گره زدن به دم این نهنگ. تو این چند روز اخیر می‌دیدیم که نهنگ آمریکا هر سمت می‌رفت، اقتصاد و سیاست ایران هم همون سمت کشیده می‌شد. شما نگاه بکنید ببینید قیمت دلار با بالا رفتن رأی‌های آقای ترامپ بالا می‌رفت. ترامپ وقتی که کم می‌شد رأیش پایین می‌اومد. وضعیت بازار بورس رو ببینید، بازار مسکن رو ببینید و تمام سیاستمداران ایران از خود رهبری گرفته تا فرماندهان سپاه و حتی مراجع تقلید چشم گوششون به این بود که آیا بایدن رای میاره یا ترامپ. جالب اینجاست که آقای خامنه ای آمد و 13 آبان یک سخنرانی کرد و میخواست تحلیل های دیگر رو خفه بکنه که آقا هیچ فرقی با هم ندارن، همان است که بود. اما اتفاقی که افتاد امروز، روزنامه رو شما نگاه کنید، فرش قرمزی برای آقای ترامپ انداخت، برای آقای بایدن انداختند و ابراز خوشحالی کردند. در لحن آقای روحانی امروز یک حسرتی بود که ای کاش به جای ترامپ یک دموکرات اومده بود و من سقوط نمی‌کردم، به این وضعیت نمی‌افتادم. و امروز آقای هاشمی، محسن هاشمی، مصاحبه کرده با تلویزیون و اونجا تبریک گفته رأی آوردن بایدن رو به ملت ایران. و جالب اینجاست که مجری هم دست و پاچه شده که حرفای آقای خامنه‌ای رو دوباره تکرار کنه که اینها با هم دیگه فرقی ندارن، ولی بسیار با هم دیگه فرق میکنن. میشود گفت که در واقع این انتخابات آمریکا نشان داد که ما چقدر گیر آمریکا هستیم، تا چه اندازه. محمد، برای ایرانی ها مسئله مهم دیگه انتخابات ریاست جمهوری پیش روست. چقدر فکر می‌کنید نتیجه انتخابات در آمریکا، مشخص شدن نتیجه انتخابات در آمریکا، تأثیر بگذاره بر انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران؟ انتخابات سال 1400 در واقع میشه گفتش که دو موضوع بیشتر نداره، یکی آمریکاست و دیگری جانشینی رهبر جمهوری اسلامی. برای همین هم جمهوری اسلامی سعی میکنه این انتخابات رو خیلی محرمانه برگزار بکنه. اصولگرایان با خودشون رقابت میکنن و از پیش هم تعیین میشه که کدومشون رئیس جمهور بشن. میخواهند که در این دوره همونطور که پرچم آمریکا ستیزی دستشون بود، مدال آشتی با آمریکا رو هم گردن خودشون بیاویزن. از طرفی یک نیم نگاهی هم به علی خامنه ای دارند که کی خواهد مرد و میخواهند که قبل از مرگش، مثل خمینی که تکلیف جنگ رو روشن کرد، تکلیف رابطه با آمریکا رو هم روشن بکنه. انتخابات 1400 رو میشه گفتش که آمریکا نقش بسیار فعالی در اون داره. سپاسگزارم از تو محمد رهبر همکارم.